ایشون یکی از سلبا و خفنای این سایت های مجازی هن. آره کله. خب بلیت چی شد؟ بلیت چی جور نشد ولی وسیلهش جور شده دیگه. وسیله کدوم وسیله بابا؟ ایشون به جز خرید و فروش فالوور تو کار کرایه و رنت ماشین هم هستش. دیگه دید من گیرم میخوام برم مشهد، برداشت یکی از خفن ترین ها، شاسی بلند، فول آپشن، ماشین هیچی کم نداره آقا جون، آورده که دیگه بریم مشهد ایشالله. وای زیبا بابا، تو سنین سالی ازت گذشته، زیر بار این ست خل چل نری یا نه، حرف مفت میزنم. من به شما گفتم با ماشین امانتی هیچ جا نمیرم. خب من یه توصیه دارم به شما، مشهد الان پیک مسافره، اصلا هتلش جا نداره، به نظر خوب نیست برید اونجا، ولی براتون اهواز و بندر عباس رو توصیه می‌کنم. آقایم دخترم سرورم، شما لطف کن 5 تا بلیط مشهد واسه من جور کن، جای اقامت با خودم. آقای عزیز نیستش چیکار کنم؟ ولی میتونم براتون تبریز و ارومیه رو اوکی کنم. خانم من دارم فارسی به شما میگم، میخوام برم مشهد، 5 تا بلیط واسه مشهد بخوام. 5 تا بلیط برای مشهد؟ این مشهد دیگه متاسفم تموم شد دیگه، هیچ خطری توی هیچ ساعتی جای خالی نداره. خانم کجا میمونی؟ چی کار کنم؟ خدا خیرت بده، ما رو راهنمایی کن، ما چطوری میتونیم 5 تا بلیط مشهد توی مملکت پیدا کنیم؟ به نظر من شما برو فرودگاه پای پرواز، خب شانس بیاری یه چند تا بلیط کنسلی به پستت بخوره، تا آخر شب هم پرواز زیاده، بالاخره 5 6 تایی کنسلی داریم. مطمئنی؟ تجربه که اینا. آقای هاونی، آقای هاونی تشریف بیارید. من خیلی خوش شانسید آقا. چطور؟ همین الان 5 نفر کنسل دیدم. فرودگاه؟ آره آره، بگو آماده شیم، سری بیم. آقا جون بلیط گرفت، بلیط گرفته، بلیط گرفته، وای خامو بلیط گرفته. واسه کی؟ خب یه ساعت دیگه من فرودگاه باشیم آقا. باشیم باشیم یه ساعت دیگه، من چی بپوشم تا یه ساعت دیگه؟ داری گاز بده به ماشین دیگه، ای بابا نمیریسیم دیگه. الو آقا جون، خیلی خوب خیلی خوب بابا، ما تو راه میداریم، میای پشت فرمون بابا، باشه باشه خدا باز صحبت کنیم. ای وای آقا جون همش داره زنگ میزنه، چیکار کنیم؟ وای داداش الان انقدر غر میزنه، انقدر غر میزنه که چرا دیگه. ای بابا تو شروع کردی. ببین عزیزم، دیر رسیدن بهتر از اون که هرگز نرسیدن. دیگه تو هم هول نکن دایی، تو دیگه داریم میلیم دیگه. ای وای مادر من، 5 دقیقه دیگه پرواز، ما چجوری؟ بیا اینم 60 دلار به خاطر شما. خوبه الو آقا جون، عجله نکن مادر، چرا داد میزنی؟ ما رسیدیم، کجایی شما؟ آقا جون دیدم، آقا جون خیلی خوب کم از اینا رو نکن، عجله نکن، بده به من. بیا مادر موسفکو، بده به من. بیا مادر چکو، بده رادیو آقا جون، بده مادر دست درد نکن، رادیو باباتونو بیار اینا. بله بله میکشمون اگه نمید. بیاین دیگه، بیاین وای گرفت چی شد؟ وای چی گرفت؟ مگه من آقا جونم بگیره؟ مادر من بود در پایی اومدم، خدا نخواست ما زیر بیرید کسی باشیم. الهی شکر، ولی مبیدی یک کسی هستی. نه بابا منظورم تو نیستی. ببین ناراحت نشی، اصلا از این اخلاقت خوشم نمیاد. کدوم اخلاق؟ مادر اینجا فرودگاه نه ترمینال. ترمینال نیست این، ترمینال نه اون ترمینال. پوتوزو به چمیدونو بگی جلو دفاعیات من میزنی. من با ماشین امانم سفر نمیدم، قربون برم، مسئولیت برم. بعدم بده حسادت، بده این حاصل 35 سال زحمت ساده. برو برو نه پرواز جا میمونی، من پارک میکنم میام. بالا پرواز بخیمی، یعنی چی خب بخواهد بری پرواز داریم پوله بکنم گیری بکنیم؟ چقدر بالا هست آقا؟ خارج برمیدارن زمین ها رو را میبرن، شما نمیداری با یه چقدر این مالا آقا عجله داشتن. چی شده؟ بحثی جایی که بحث کن دیگه، حالا بحث کن. بابا بگی برو بالا دیگه، برو دیگه بابا جان، بحث بیا اینجا اینو بگی، ببر ببر چه میدونم، حالا بابا دیگه خب ای دست تو همیشه مرافعه به پا میکنی آقا جون، خود گیر داد دیگه، چی گیر داد؟ تو چند این مولا هست من از کجا بدونم؟ گیر تا بهت بگم، بیا اینها اینها چرا گیر کرده؟ بیاین از این بر، از این بر، اون بره آقا کریم بیا، یواش بابا چه خبرتونه؟ اینجا سب کن خانم، ببخشید ما یه خورده ساکو چمتونمون زیاده، اگه میشه بفهمه تو صف اول دیگه، من صف رو رعایت کن خانم، ما چیکار باید بکنیم الان؟ چی؟
چی؟ تو بری بیاییم خانم سلام عرض شد خواستید شما ما هم میخواییم بریم مشهد اولین پروازمونه بیلیتتون رو خواهیم بیلیت آجو بیلیت چی بیلیت کاله بودیم برو که نمه برو برفان این بیلیت این هم کارت شناسه ای آقا این پرواز شما که بسته شده یعنی بسته شده دیگه آقا خانم بازش کنین لطفا خانم دست من که نیست که بازش کنم تو چرا بالاخره کلیدشو که دارین که خب این درو باز سایه نکن کلیدی نیست اصطلاحه چرا برای ببخشید خانم زیر گلدونو ببین کلید زیر گلدون نه واقعا خانم پروازمون پریده بله پریده آقای محترم گیت بسته شده منم متاسفانه نمیتونم برای شما کاری کنم یعنی پرواز بی پرواز بله یعنی پرواز بی پرواز واقعا یعنی با این بلیطا نمیتونید پرواز کنید آقای محترم نمیتونید پرواز کنید با چیکار کنم خانم هنوز 5 دقیقه تا پرواز مونده من تا هواپیما چقدره آقای محترم وقتی گیت بسته بشه از دست منم کاری بر نمیاد ملاحظه میکنید که اتوبوسام رفته محترم خدا خیر بده یه کاری بکن هواپیما رو نشونه ما بده ما همگی چارنل تو اونجا بفرمایید ایشالا با پروازهای بعدی بفرمایید آقا من از شما خواهش کنم التماستون کنم ما تا مسافرت نرفتیم یه بار میخواییم بریم مشهد بذاریم بریم دیگه نکنین این کارا آقا چرا اصرار میکنی؟ من میگم گیت بسته شد از دست منم کاری بر نمیاد من اگه میتونستم همه جور کمک شما میکردم حالا ما چی کار کنی؟ به لیست انتظار نگاه کنید اگه پرواز بعدی برای مشهد جاداش برید ثبت نام کنید حالا چرا همینجوری واسه خودت میگی من 1,000,000 تومن پول چارتر دادم آقا مگه به من دادی پول چارتر یه میلیون یه میلیون پول چارتر تکم حالا این چارتر تر چیه مامان چارتر جلوی هواپیما خیلی گشاده خوراکیاش هم فرق میکنه محترم اگه بلیتتون چارتر باشه بلیتاتون سوخته سوخته. حالا اینجا برس نکنین آقا جون بلیط ها رو از کجا گرفتین؟ اونجا خب بابا بیم بریم دیگه بفرمایید از همونجا که بلیط گرفتید بفرمایید آقا بابا این هیچ کاره هست بریم همونجا بریم دیگه سیگه چارتره هیچ کاره هست خانم پنج نقیقت وقت ما رو گرفتی؟ محصول این آقا سامانی ها دادم بابا دادم پاسخ بوی 1,000,000 من این آقا جونه نشیم مادر نشیم برو من نمیفهمم این چه وضعشه ما یه منیو پول بلیط دادیم وقت میگه چارتر الان برای چی باید بلیط ما باطل بشه محترم من همون ابتدا به آقاتون گفتم که بلیط چارتره بعدم گفتم یه ساعت دیگه پروازه خواهر من یعنی ما 5 دقیقه قبل از پرواز اینجا بودیم بله قبل پرواز باید اینجا باشی خانم من که بودم خودت شاهدی شما تشریف داشتید خانوادتون که نبودم حالا باید چیکار کنیم بعد صبر کنید اگر پروازی باشه اولویت شما خب ببخش اون وقت اگه نبود چی بمونیم ای با یعنی یه منو دیگه بعد پول بلیط بدی خود به سر آقا شما که باز رفتین سر خونه اول گفتم که بله چون چارتره نمیتونم کاری کنم خب چرا این کارو میکنین بلیط چارتر میگیری این چیزی شما رو مردمو میندازین تو دردسر با خانم شما اصلا داری اشتباه میکنی ما 5 نفریم چه جوری چارتره یعنی یه نفر کمکاری کرده ببین چارتر یعنی اینکه پولمون هاپولی شد رفت آقا بفرمایید بذارید من به کارم برسم اولیشو چی شد گرفت آقا جون گرفت نه بابا 1,000,000 دیگه باید پول بدم من کجا باید برم آقا جون خب بده دیگه نمیتونیم سفر رو کنسل کنیم که حالا سعی میکنیم که کمتر بخوریم و کمتر خرج کنیم لطفا شلوغ نکنید بفرمایید بابا بیا بریم میگه شب تو باید بلیط گیرمون بیاد دیگه حالا که اومدی کیه اوه منوچهره بابا بده به من بده به من الو اینجا پایین هستی سلام چی میدونم بلیط چارترمون باطل شده آره داداش ما جور باجه بلیط فروشیم باشه بیا تو حالا میاد باشه بفهم. شما برید بذارید من یه دقیقه با خانم یه صحبتی بکنم آقا بفرمایید خواهش میکنم من کار یعنی تو مدام زنی زد به داداشش آقا به هر کی زنی زد میخوای زنی بزنم به حراست حالا داداشش داره میاد گفتم اگه راهی هره خود نه قبلش نداره آقا بفرمایید من رو بلند شد این چه خبر از بلیطا شده بلند شد سوال مامان این خانم آخرین بار با من بعد حرف زد بعدش هم گفت برید صداتون میکنم میگه الان برم جلو میفهمه چه خبره بابا چیه چه خبره برو یه سوال بپرس شاید یادش رفته بابا زیبر این نفرست الان میره یه مرافعه به پا میکنه این خانم حواسش هست
خودش صدامون میکنه. بابا اون دفعه صدات کرده برای که بلیطاش چارتر بوده رو دستش باد کرده میخواسته ردش کنه. ای خانم کجا؟ ای کجا خانم کجا؟ خانم شما الان کجا دارین تشریف میبرید؟ ای پس بلیطای ما چی میشه؟ خانم محترم آخرین پرواز مشهد تا نیم ساعت دیگه حرکت میکنه. کنسلی هم که نداشته، من کاری ندارم اینجا بمونم. خب یعنی این بلیطای چارتر ماتر اونا نیست دوباره بهمون بدین؟ چی بعد تا فردا صبح صبر کنید تا پروازا باز بشن. خانم محترم تا فردا صبحم صبر کردین، بلیط گیر میاد یا نه؟ بعید میدونم، چون تو این ایام اگه بلیطم گیر بیاد تک و توک پیدا میشه. امشب هم شانس ایشون بوده که یه خانواده 5 نفری کنسل کرد. یعنی باز دوباره همون بلیط چارتره؟ نه چارتر و غیر چارتر نداره، شانستونه. ولی تجربه من میگه تو این شبا درصدش خیلی ضعیفه بلیط گیر بیاد. هم 5 تا. اوه چند تا خوب. چند تا جلو من خستم. اگه بخوام دو ساعتم به سوالای شما جواب بدم اصلا به زندگی خودم نمیرسم. بفرمایید. حالا من می‌خواستم بگم خسته نباشید که به سوالای ما جواب دادید. چرا زود قضاوت کردید؟ خوش گفتم. یه میلیون پول پرید. بس که فسفس کردین، بس که لفتش دادین دیر رسیدید. اونا رو چرا پا آقا جون بی خودی دردن رو بندین. آقا جون بی خودی دردن رو بندین. آقا جون چی شد باز؟ مگه نرفتیم مشهد؟ نه خیر آقا، هواپیما بلند شد نرسیدیم. ای بابا عجب بدشانسی. سلام آکری. سلام. چی شد؟ نرفتیم مگه مشهد؟ نه دیگه، از پرواز به خاطر بعضی ها جامون. آقا ببخشید، همین الان سوال کردی جوابتو داد. ببینم تو شوخی داری با آقا هوشنگ؟ هر چی میگه جدی نمیگیره. من نمیدونم آقا هوشنگ، شما با من شوخی داری؟ بفرما. الان آقا جون من همین جوابو بهت داد که باید میداد. آقا هوشنگ یه چیزشو فقط نمیدونی، من بگم بدونی، پرواز ما چارتر بوده. آقا جونم چارتر خریده بود. خیلی خواه آقا ازاد بر تو. حالا چیزی نشده که آقا کریم اینه ما پارسال از قطار جا موندیم، هفلک ماشینه با جناقمونو گرفتیم رفتیم تو سفر. قربون اون دهنتون. بفرما ابا جناقش که یه غریبه است ماشین گرفته، اون وقت شما داداش من میخواد ماشینشو بده نمیگی؟ حالا مامان جان بیایم تو زشت دیگه برای همسایه. میگم من برم دیگه آبجی. نه داداش بیایم تو یه چایی چیزی بخواه. فرمین الان نگران میشه باید. نه دوی زنده یکی نگران بشه خودش زنگ زنه. بفرمایی آقا جون شما چرا ستا بلند میکنی؟ واسه مرضت خوب نیست صدا تو شده من. آقا کریم دقیقه تشریف داشته باشین. بفرمایید. شما به قسمت اعتقاد دارین یا نه؟ بفرمایید. چه دوست دارین؟ چه پیزی بعد؟ خب وقتی همه چی دست به دست هم داده که بلیط قطار گیرمون نیاد، دست پرواز جا بمونیم با این ملیزی گفتی باز چی کار کردین دوباره میگین مامان؟ ای بابا ببخشید. بفرمایید. مشکلی پیش اومده آقا؟ بفرمایید. با این مریضی کوفتیتم نتونیم صفا کنیم. بابا چی انقدر قر میزنید؟ درو بس کن. من کلید داشتم خودم میومدم سر من که گفتم بشینین خونه این پولو بزن. خودتو به اون رانندن آقا کریم. آخر شیطون بیا پایین، بیا برو ماشین داداشمو بگیر. من عمرن این کارو نمیکنم. خب چون داداش من این کارو نمیکنی؟ من با ماشین امانتی خانم نمیرم سفر. بعد این ماشین به جون داداش. آقا جون. بله. ببینیم بالا چه خبره. بیا. چیه چه خبره؟ پس شمی فیلم میبینید ها؟ فیلم میبینید. سپر سوتاق من که نرفتن؟ نه. اینجا چه خبری؟ سلام کیه؟ مهندس کاظمی پسر معاونه. لایه ما میشی کاری آقا جون اشتباه داری؟ آقا
جون ببخشید من زندانم. آقا جون تو خجالت نمی کشی؟ آقا جون نه خجالت نمی کشی؟ لااقل میذاشتی پای اینا برسه مشهد اینجا رو پاتوخ کنی. آقا جون به خدا به ازاد استرکه به من گفت شب اینجا به اون دوز نیاد. یه لشکر دوز میخواست بیاد که تو این همه آدم اینجا جمع کردی؟ پسر دماغشو نمیتونه بکشه بالا، دیپلم نداره، وقت تو بهش میگی مهندس کاظمی چی راجع به من؟ داداش ولشون کن، آقا کریم راضی شد ماشینتو بگیره. راضی شد؟ چی بگم بالا؟ من از این اخلاق آقا کریم اصلا خوشم نمیاد. چی شده داداش؟ خواهر من هزار دفعه گفتم این ماشین عروسک قابل تو زن و بچه تو نداره. این تعارف میکنه، تعارف میکنه. یکی نیست بگی مرد حسابی، تو که میخوای آخر سر قبول کنی خب این کار از اول بکن. حالا شما درست میگی، این اخلاق کلیمه دیگه. حالا بیم بریم تو، بیم یه زنگ بزن خواهر من. یه آشان نه داداش، امروز که نمیخوایم بریم که فردا میخوایم بریم. حالا بیم تو دیگه، شما خودتو ناراحت نکن. بیا بیا همه جوری یه زنگ به مامانت بزن بگو یکی دو ساعت دیگه میام. یه زافت الو الان نوکرم هجی جون خوبه؟ ببین فردا آره یه خبر خوب دارم، اول بهت بگم. فردا هم اینو ماشین رو دارم میرم مشهد. خب آقا جون زهر من بیبرو تو، بیبرو تو خجالت بکش. دست به جمهوری شو. پس چی شد آقا جون؟ چه میدونم؟ از مامانه دونم. آقا جون پس چی شده؟ نمیدونم. والا شما دوتا چه سوارن شدید؟ من خودم میرم مامانه دونم. این چه بساطی؟ میگه میدونم مامان بیاد خب پس مامان بیاد بعدا این میری به چینی؟ نه چینی دست درسته. نه با چی درسته؟ نه الان خورد میشه. خیلی آقا جون مطمئن باش در قفل میکنی. خدا به دل بیخود گردن من انداز. بس که آدمو هول میکنی خب آدمو جله میکنه دیگه، کار که با عجله خوب نیست که. باز چی جا گذاشته؟ بابا آبر، بانک، شناسنامه، کارت ملی، خودی که من میرم همشونو میارم. نه مادر جون، خودم میدونم کجا گذاشتم. من خودم میدونم کجاست. من میرم میارم. خودم میارم. هر کی آدمو هول میکنه اون آدم همه تمرکزش میره والا. حالا اب نداره آبجی، اعصاب خودت خود نکن. الان میارم. حرفا من حواس پرت کردم ها. آقا جون من لیست تمام هتلای خوب مشهد رو در آوردم. اوه چه خبرته؟ کی میخواد بره هتل؟ میدونی چقدر باید پول بدی؟ این بابا تازه خوبه که حالا کارخونه داره پولشون میده. آقا جون بعد 30 سال میخواییم ما رو ببریم مسافرت، توقع داریم گوشه خیابون چادر بزنیم. بابا کی گفته چادر میخواییم بزنیم؟ ولی حالا بابا یه جایی باشه بخوابیم،
مسافرخونه و هتلش که فرقی نمیکنه که مادر. فرق نمیکنه. خب حق داری مامان جان، نرفتی مسافرت نه خارجی نه داخلی نه هتل نه مسافرخونه. که بزن تو دهنی این تا شرگیلی میشه. نه هتل یو دهنی چی میگه؟ عزیزم من جلسه دارم باید برم. تشریف بیارید در خدمت. آقا قربونت برم. کجا بری؟ بابا هستی پلیس بیاد. ببینیم پلیس چی میگه. ببین عزیزم من مقصرم. من خودم عرض کردم من مقصرم. ببخشید. معذرت. بله که مقصری. عقب زدی به جلو. من معذرت میخوام. این کارت شرکت من خدمت شما. من 2 ساعت دیگه در شرکت در خدمت شما هستم. من یه جلسه مهمی دارم باید زود برسم. آقا کجا بری؟ وایس قربونت. بزن پلیس بیاد. من اگه اومدیم شرکت شما دنبه کردی من چه خاکی به سرم بریزم. این ماشین اهانته. الهی قربونت تو برم، این مدارک منه. شما الان پلیس هم که بیاد میخواد این مدارک از من بگیره بده خدمت شما. این مدارک خدمت شما. 2 ساعت دیگه من جلسه‌ام تمام میشه میام شرکت. آقا جون دست بده نفر انگشتت میمونه یه گردن. آقا جون سلام. آقا جون هستم. آقا وای هرچی دختر ماشین امانت نگیریم هیچکی گوش نمیده. بفرمایی اینم آخر عاقبتش. بابا بسته دیگه آقا کریم، چقدر غرغر میکنی؟ کاریه که شده، با غرغر کردن که کاری درست نمیشه. نمیشه، حتما یه حکمتی توش بوده. ببین توی کرف مزن آقا. میگم به جای این حرفا بیاییم فکر کنیم ببینیم به دایی چی بگیم. خیلی زشت شد. خیلی بد شد، خیلی بد شد. روز بالای گوز شد، تصادف یه طرف، جواب اون آقا منو چل یه طرف، منم بد بد شد. بابا جواب داداشم با من، از مسافرت که برگشتیم خودم بهش میگم. دایی خیلی رو ماشینش حساس آخه، دیدیم که حالا اینقدر نمک رو زخم آقا جو نپاش. چه خبره؟ چی رو چی کام میکنی؟ برقو میگن دیگه، داشتم فیلم میدیدم. جمع کن بریم دیر شد. آقا من نمیدونم چرا ما اینقدر داریم بحث میکنیم. آقا یارو زده مقصر بوده، چشمش کور، دندش نرم. باید خسارت رو بده. آقا یکی جواب اون تلفن رو بده. تلفن رو پدو میزونه. خیلی خوب آقا. کیه؟ داداش همه. جواب بده. الو سلام دایی. سلام دایی جان.
کجایین الان؟ رسیدین مشهد. بله مشهدیم. نمک نرید، بگو کجایین، درست صحبت کن. خب دایی جون دو ساعت ما راه افتادیم دیگه، تو جاده ای من از تهران نزدیم بیرون دیگه. دست درد نکنه، منم برای همین میگم درست صحبت کن. مامانم خوابه دایی، قرص ماشین خورده خوابیده. ببین به آقا کریم بگو خیالش راحت باشه، اینجا همه چی امن و امانه. قربانه، خوش بگذره. خدا حافظ. من قرص ماشین خوردم. بفهم چه جوری رانندگی میکنه این آقا کریم، اگه بخواد اینجوری برونه ما فردا مشهد نیست. ببین در حال قفل کردی چراغ رو، خاموش کردی همه رو، چه فرقی میکنه؟ شما که کنترل رو قطع کردین. ببین کار از محکم کاری عیب نمیکنه، امانته، امانت. دم به دقیقه جواب این آقا منو چرا بدی؟ تصادف یه طرف، جواب دادن اینم یه طرف. بهتون گفتم ماشین امانت نگیرید. ببینید حرف گوش نکردین آخر آخر. آقا جون اصلا یه حکمتی بوده دیگه آقا جون. بالاخره یه حکمتی توش هست. باید کلت رو با بیرون از این آقای بپرسه نرسیم. مگه کجا میخوایم بریم؟ آجون دوره بابا، خود تهران از پایین شهر تا بالا شهرش یه مسافرته. بابا خیلی طول کشید. سوال ازش بپرس ببین چقدر دیگه مونده که میرسی. بپرس دیگه مادر. آقا چرا داد میزنی؟ ما خودمون الان داد بزنیم. آروم باش باش. آقا ببین چه جوری بریم، ما رو همه جا میبره. آروم باش. آجون عمه من سفارش ویژه کرده بود بیام اینجا مراقب باشم. سفارش کرده بود دوستاتو بیاری اینجا، اینجا رو بکنی پاتو. به جون شما، به جون شما، من هیچکی اینجا راه نمیدم، خودم تنهای تنها. ببین حرفو یه دفعه با آدم میزنم، راه بیفت بریم بیرون. آجون تو خونه که نمیذاری فیلم ببینیم، حداقل بذار اینجا تو آرامش تو فیلم ببینیم دیگه. رابی یا اخه ننه من غریبا بازی در نیا. تو داری چی کار میکنی الان؟ فراگیر میگیرم. من؟ آقا جیم بیا اینجا. 450,000 تو هم واسه چی ما بدی؟ خودش باید بده. اون زده. راستی بله. ما هم باید بدیم. اونی که زده بود. چند دقیقه باید تو الان میگیرم. تو شما بیاریش پایین، ما اومدی. چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ بابت این ما 450,000 پول جاره سقیل باید بدیم. من ساعتی هم داره کنترل میندازه. بله بله. به ما چه؟ خانم صاحب اینجا زده ماشین ما رو داغون کرده، ما خسارت بده. بله دیگه صاحب اینجا. بله بله. آقا جون مدیر عامل اینجا آقای اسمش چی بود؟ آقای چیز بود. این آقای بود. ببین خانم اینا این آقای چیز. این که مدارک آقای مهندسه. تا شما چی کار خانم تا مهرس شدن خسارت ما نمیتونیم این مدارک رو شامل کنیم، پولمون رو بگیریم بعد. چی گرفت آقا جون؟ خانم ببخشید نسری تو کجا؟ این برای آقا بفرمایید. خانم در ضمن جرثقیل جلوی در 450,000 تومان هم هست. آقا صبر کنید من با مهندس تماس بگیرم. دیگه اون ساعتی پول میگیره دیگه، حالا خودتون بهتر میگیرید. بفرمایید بشین. 450 پای منتظر. آخ کندم افتاد مامان جان. زنگ بزنی هم میاد. ناستریو. سلام آقای مهندس. به خانواده تشریف آوردن. بله. بله بله. چشم حتما. خیلی خوش اومدین. آقای مهندس گفتن تا چند دقیقه دیگه میرسن خدمتتون. ممنون. خب خدا بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. چی میل دارین؟ قهوه، چای، کاپوچینو، شربت آب لیمو؟ دم نوش هم خدمتتون هست؟ بله. ما اومدیم شرکت انگار کاپوشاپ عروسی داره. باشون داداشم من یکم. آن چرا قرد خب به آدم سالم نمیگن میخوری یارم، میارن یارو میخوره. بیا بزن داداشم در برای بزنش اون کیفوله توی یه قرد در بیار. خانم تو رو خدا ساعت یک شد به ما بگم چی کار بزن. من دلسته شما طول کشیده، حالا شما آقا یه نهار سفارش بدیش کنم. نهار میخواییم واسه چی؟ نهار سر اونو بخوره. نهار چی بختی؟ نهار چیه؟ شما سفارش بدیم براشون میارن. نهاره بیرون میارن. بله حتما.
چی بیا ویکتوریا چی سلام میشله که قربونت برم ما 4 ساعت اینجا الان پیش من مصاحبه می‌کنم جلسه‌ام یه خودتون کشیده باش با چی کار کنیم ما الان چی رو پیش میام خانم زده ماشین مردم داغو کرده تا الان ما رو علف کردی دای قربونتون برم من شرمنده ام همتون مصاحبه می‌کنم یه جلسه خیلی خیلی مهمی داشتم اگر نمی‌رفتم چند میلیارد ضرر می‌کردم چند میلیارد من در خدمتم آقا چه خدمتی قربونت برم این ماشین امانتی ما رو چنان زدی درو داغون کردی که اونو با جرثقیل آوردیم تا اینجا خیلی سرون میخواستیم بعد 35 سال با زن و بچه بریم یه سفری که دیگه فکر کار نشد کار نشد نداره چرا نشد نداره آقا جون زدی ماشین امانت رو داغون کردی من که ضربه مغزی شدم از تو دارم داغون میشم خانم رتبی فیه بود دست درد نکنه بعدش هم ماشین حداقل یه هفته طول میکشه بخواد درست بشه ما توی یه هفته چیکار کنیم راه زیاد هست نه خیر آقا هیچ راهی نیست هر راهی رو بگی ما امتحان کردیم نشد که نشد فقط با ماشین شخصی میشد بریم که اونا شما زدی ترکوندیش علی دیگه شما در جریان نیستی که آقا جون من یه مشکلی داره اتوبوس نمیتونه سوار شه مردم اسیر ما نیستن این وایسه بره بله پول بلیط قطار و هواپیما اصلا گیرمون نیومد نیست ماشین شخصی دلت خوشه قربونت برم کدوم ماشین شخصی با کدوم پول هر ماشینی که خودتون انتخاب کنید اون وقت این ماشین مال کیه خدمتتون عرض کنم که خدا رو شکر تنها چیزی که من بهش خیلی علاقه مندم ماشینه البته فخر فروشی نشه خدای نکرده تو شرکت چند دستگاه ماشین دارم توی خونم چند دستگاه ماشین دارم با هم تشریف میاریم میریم پارکینگ ماشینا رو نگاه کنین هر کدومه که دوست داشتین انتخاب کنین باهاش برین سفر ان شاءالله به سلامتی که برگشتین ماشین خودتون هم درست شد و من تقدیمتون میکنم آقا دست شما درد نکنه آقا چون به نظرم میتونم بپرسم قیمت این ماشین چنده؟ عزیزم ماشین که قیمت نداره اینا آب و آتیشه آقا یعنی ما هر کدوم الان انتخاب کنیم شما میدی به ما باش با میشیم میدی مشهر؟ هر کدوم دوست داریم از سلام قربونت برم صد بار بهت گفتم وقتی حرف نه کاری نیاد حتما یه اکبت پشتشه اصرار نکن دیگه آقا چون من اصلا اصرار نکردم ایشون خودش داره از جون و دل میده شما داری از ته دل میده درسته؟ بابا الان ایشون گفتن این ماشین آب است و آتیش ممکنه پناه بر خدا دود بشه بره بالا من نمیدونم چرا هر چی میگم پدر اصرار میکنه که نپذیره اگه من میخواستم این حرفا رو بپذیرم الان اینجا نبودم آقا اشکا یه اوم قاسه رفتم واسه اومدم آقا کریم این کارا چیه که فدای سرتون حالا نشد بریم سفر نمیریم زشته بابا بابا یه همی تشیما دارم از فدای سرتون یه سفر میذاریم اون ببینیم این چجور دل ما آب کردینا پس حق حقوق ما چی میشه مادر جا راست میگه دیگه خب چطونه شما حق اونی دنی چی کارا چطور دختر این کارا چی میکنه ببین آقا کریم عزیزم الان دیگه همه گرسنه این خسته شدیم بیاین بریم دفتر نهار آماده است نهارتون رو میل کنین از قدیم گفتن آدم گرسنه درست نمیتونه تصمیم بله الان تمرکز ندارم بعد یه ذره تمرکز کنم بفرمایید جلو بفرمایید یه لحظه پدر قهرمان زندگی پسرش شما نباید همش رو آقا جون نشون میدادید که اینجوری این دست من که مونده بود ببخشید عزیزم بفرمایید بفرمایید مامان جون پیتزا نمیخوام نه مادر من دوست ندارم چی کار داری میکنی؟ چریه مادر جون نه من اینو بده من مادر نکنی کار یادت یه اسلایس حالا تو دیروز با دست بنده میگرفتی الان شد اسلایس مگه نگفتم کار دیده به سفر خاله تو از مازدش خوشت نمیده نمیتونی رو تو از کجا میدونستی؟ خب من چه میدونستم؟ من دیدم خوشمند رو آبه درسته نکنم تو دیده مرد رو دسته داره تو سفارش پشتی چیزی به نخره ببین حالا حبته باید پشته بمون آقا جون خب بابا خیلی قیمتش بالا بود هرچی گرونتره مثلا خوشمزه تره فکر کردی؟ سوشی گرونتر بود سوشی کدوم هست؟ چه
چیزی که کس ندارین؟ نه خیلی خوب آقا عشقانی چوباش مفتن مزدش واقعا مزده یه ببخشید من یه تلفن خیلی واجبی داشتم حتما باید اونو جواب میدارم چیزی کماکست داری میگم بیارم بس شما خب آقا کریم بفهمید چه دستوری میدین چیکار کنم که رضایت شما رو جلب کنم به همه آژانس‌ها زنگ زدم هیچ ماشین راضی به شهرستان رفتن نبود آقا جون شما به قسمت اعتقاد دارین درسته؟ میگم شما نگاه کنید چه عجیب قسمتی نصیب ما شد چه اتفاقاتی در هم خورد ما تو به خونه اومدیم بیرون مامان همه این مدارک رو جا گذاشت وایستادیم پریسا رفت همه این مدارک رو برد با همسایه‌ها خداحافظی کردیم اومدیم تو خیابون آقا عشقان کوبید محبت در زد ماشین ما چسبید به سپر و دیگه حالا این همه حرف زدی منظور چیه؟ منظورم اینه که آقا جان دیگه این قسمت بوده که ما با آقا عشقان آشنا بشیم و آقا عشقان یه اتومبیل به ما بدن که ما باش رخت پار بشیم بله منم به اون قسمت اول موافقم که قسمت بوده ما با ماشین آقا عشقان تصادف کنیم ولی اون بخش قسمت دوم دیگه اگه قسمت باشه با ماشین آقا عشقان یا یکی دیگه بریم دیگه به آقا با بزن غذامون بخوریم زرمون شد هنگر قسمت نکنیم منو دوره کردین ماشین منوچه رو گرفتم امانم ببینید تش این شد حالا اومدیم ما به کسی نزده اگه یه کسی زد به این ماشین چند صد میلیون آقا عشقان ما همه زندگیمونم که بفروشیم نمیتونیم تا اونشو بدیم آقا جون خونه ما که سال هاست تو تر کسی اونو نمیخره بفرم اصلا آقا کریم عزیز دل من شما اصلا ماشین آتیشش بزن این ماشین بیمه است بیمه هم وظیفه‌اش چیه که بیاد خسارتشو بده دورت بگردم من سالی چند ده میلیون پول بیمه دارم میدم شما برو ماشینو بکوب به دیوار جلو عقبش بزن له بشه فدای سره اگه تصادف کردیم چی؟ اصلا میخوای یه کاری کنم میخوای یه امضادم اصلا انگوشتم بزنم تو ببری هر کاری خواستی بکنی من شکایتی نکنم باور کن کریم جان از اون لحظه که گفتی 35 سال مسافرت نرفتی و این اولین سفرت بود و من باعث شدم که سفرت خراب بشه تو نمیدونی چه عذاب وجدانی کشیدم باور کن اصلا میخوای یه کاری میکنی آقا خودم با تو میام مسافرت میشم رانندتون نه قربون برم ما راضی به زحمت نیستی دیگه پیش اومده قضا و قدره تصادف شده شما هم که مقصر نیستی از هم نزدی به قول بچه ها قسمت بوده بله رسم یه قسمت بوده خواهش میکنم دیدید آقا جونم به قسمت اعتقاد داره الان گفت قسمت بوده خب من با عزت تو منم یه خورده کار دارم کارامو انجام بدم راحت باشید چرا نه کجا بفهمید یه نهار بخور شما چرا عزیزم نوش جونه بفهمید که این ایرانی ها رو با ما را نمیمدیم از دقیقی دفترات خارجی واسه ما بفرست این تستش رو بگیریم ببینیم چجوریه خوبه بده لایک میکنن نمیکنن یه خاکی تو سرم میکنم شد خارجی ازت گرفتم دیگه برای من فرقی نمیکنه ماشین تا یه ساعت دیگه آماده است میتونه نمیشه حرکت کنه بی خودی اصرار نکن من شب پوره من خصوص زودم شبا نمیتونم رانندگی کنم آقا جون خب من میشینم هر موقع خسته شدم شما بشینید آقا جون خوشبخت پسرم لطفاً به خاطر بسپار که من ماشین دست شما آقو به روز نمیدم ماشین امانته پدر جان من برای اینکه به شما کمک کرده باشم گفتم وگر نه شما زود دقاقت نکنم نه بابا من هیچ وقت روی حساب شما رو کار شما حساب نکنم دادش منو چه گفت آقا من که پشت فرمان منم که خواب ای بابا نمیشه که اصلا تالا هر چی دایی زنگ میزنه شما میگی خوابه خب شک میکنه آره دیگه مادر جان زایی از تابلو میشه خب میخوای بده گوشی رو آقا عشقان جواب بده بالاخره خودشون تصادف کرده بابا من نمیتونم دروغ بگم چی بگم بهش خب دروغ نگید مادر جان بفرمایید که گوشه خیابون ایستاده ایم آقا عشقانی الو داداش سلام خوبی خوبه من چه مرد غریبه بودی وایسادم گوشه خیابون پس به سلامتی رسیدی خوشحالم کردی آره آره خیالتون راحت باشه منم اومدم خونه سری زدم گردونا رو آب دادم یه چراغم مرد احتیاط روشن گذاشتم و آقا کریم بگو خیالش راحت راحت باشه فقط زیارت کنی تو سوغاتی فقط سر صدا نکنه همسایه همه فوزون نزول نه بابا خیالت راحت میریم اشتباه دارم نه بابا چه شده میشه
چه خوشی بگذره. به جمع یه نرخ نزن. دل برا جانا نگارا فراغت می کند دیوان ما را نشانی رد پایی گوش چشم به خانه راه گمگشت بارا تام عمری گرفتم خدام اینجا دلم در خونه یا خداوندا بگو آخر چگونه بسازم با غم یار و غم یار و غم یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن و جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن و از دوری و دیری به تنگ اومد دل ایجا فکر فراغ و تا بود از سر بدر ملکم از سر بدر کن خودم اینجا دلم در پیش در خدایا این سفر که می‌بسم خدایا کن سفر آسون برایم که بینم با دیگر روی یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن و جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن از دوری و دیری به تنگ اومد دل ایجا فکر فراغ و تابت از سر به در کلکم از سر به در کن